le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent les amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. با سلام، برنامه زیر آسمان پاریس این هفته شامل سه گزارش است و از آنجا که هر گزارش محتویات و زمان نسبتاً زیادی را از کل این برنامه خواهد گرفت، مقدمه رو بسیار کوتاه و همه سه توضیح رو در اینجا خدمت رو خواهم گفت. گزارش اول نمایشگاه فلامل شامل واقعاً بزرگان کار نقاشی و مجسمه که توضیحات رو خواهید دید. سپس انجمن توسعه و تجدد با مدیریت خانم پژوهش، این بار میزبان آقای چاردهی است که ایشان در تمام طول عمر کیهان چاپ لندن فعال بودند، خاطرات بسیار جالبی خواهند داشت و خدمات پشت پرده‌ای که این نشریه به بسیاری کرده خواهید دید. و در پایان هم قسمت دوم نمایشگاه عکس در شارل آرل که گفته بودم 250 عکاس از سراسر جهان در این نمایشگاه عظیم در شهر آرل شرکت کرده بودند که این بار به تمام عکاسان غیر ایرانی و از جمله عکس‌های درباره لنین اختصاص داره. من فقط دیدم از نیکولی از شما میگیرم. شما شب خونه این شب کرد. من شب خونه این شب همه چیز در حال آماده سازی برای افتتاح آخرین نمایشگاه امسال قبل از تعطیلات است. چهره کنجکاوی که مشغول عکاسی و قبل از دیگران به محل آمده، چهره سرشناس تئاتر حمید رضا جاودان. در این نمایشگاه آثاری از آیدین آقداشلو، علی اکبر صدیقی، سهراب سپهری، بهمن مؤسس، رضا درخشانی، لیلی متین دفتری، گلناز فتحی، کامبیز صبری و حامد صبری. Thank you.
جنب و جوش بازدید شب افتتاحیه و یا که در ساعات سکوت و خلوت در تماشای تابلوها نیاز به توضیحاتی از سوی دو مدیر نمایشگاه. با سلام، کار آقای علیکبر صادقی که شما ملاحظه میکنین یکی از اولین کارهایی که ایشون در سری سال 2017 به وجود آوردن و این کار از یه مجموعه خواهد بود که در سال آینده هم در موزه هنر معاصر در بین تمام کارهاشون به عنوان یه دونه رتروسپکتیو و انفرادیشون به نمایش گذاشته خواهد شد. این یکی از قشنگترین و جالبترین کارهایی که ایشون انجام دادن و تصاویر خودشون میتونیم در توی تابلو ملاحظه کنیم. این کار بسیار بسیار مخاطبین زیادی میخواستن این کار رو ازش سوال کردن و تکنیکی که ایشون به وجود ازش استفاده کردن بسیار بسیار زیباست و رنگایی از استفاده کردن جزو کارهای جدیدی که ایشون انجام دادن و روی کاتالوگ اینویتیشن ما این کار گذاشته شده. این اثر پرویز تناولیه که پرویز تناولی پدر مجسمه‌سازی مدرن ایران هستند و عنوانش هست هیچ در قفس. اندازه بزرگترش رو در بریتیش میوزیم در انگلیس میتونید ببینید. و هیچ در قفس یه تم به خصوصیه که قفس تو خیلی از کارهای آقای تناولی هستش. قفس واسه آقای تناولی مثل زندان نیست. هیچ مثل یه آدمیه که تو قفسشه، این یه بلبلی که تو قفسش انقدر تکون میخوره که خلاقیتش به وجود میاد، میتونه شعر بنویسه همونطوری که شاعرها میگن. و واسه اینه که پرویز تناولی نمیخواد که ما این قفس رو به عنوان یه زندان ببینیم و یه جای این خلاقیت واسه این حروف هیچ که تبدیل میشه به هر انسانی. این کارهای آقای درخشانی یکی از زیباترین کارهایی که ایشون انجام دادن در سال 2014. ایشون یک نمایشگاه بسیار موفقی داشتن برای اولین بار در روسیه سال پیش و بافت و رنگهایی که ایشون در این کار از خودشون نشون دادن یکی از زیباترین کارهای این نمایشگاه بود و برای ما اصلا ایشون کیمیاگر رنگ این نمایشگاه بودن. این کار از همه لحاظ کامل بود و بسیار بسیار مخاطبین باز از این کار سوال کردن و نگاه کردن و بسیار بسیار باعث افتخار بود در ما که تو این نمایشگاهی که یکی از اساتید بزرگ ما طبق معمول وفادار بودن به ما و تونستیم یکی از کاراشون اینجا بذاریم و به نمایش بذاریم. با دیدن آثار آیلین آباشرو متوجه میشین که هنر مرز نداره. با اینکه از هنر اسلامی میبینیم توش، هنر غرب هم میبینیم و یاد هنر ایتالیا میفتیم، یاد هنر اسلامی ایران میفتیم، یاد شعرهای خیام من شخصا میفتم و این اثر عنوان غروبه که ما رو به دنیای آدم داشتیم. از روز تأسیس این گالری تا به امروز شناسوندن هنرمندان جوان و نوپای ایرانی و اساتید و هنرمندان معاصر و مدر ایران جز هدف اصلی این گالری بود. از چند مدت پیش ما تصمیم گرفتیم که گنجینه های خارج از کشور هم اونجور که در ایران گنجینه بسیار زیبایی وجود داره، این گنجینه ها رو از منزل مخاطبینی که این کارها رو در سالهای مختلف جمع کرده و کلکسیون کرده بودن ازشون بخوایم که اجازه بدن که ما رو در کادر نمایشگاهی که داریم گروهی اونا رو نشون بدیم. و شما در که اینجا یکی از کارهای قشنگ آقای سهراب سپهری رو میبینیم که جزو کارهای معدود ایشونه و سری اولی کاراشونه که این کار بسیار بسیار مخاطبین رو خوشحال کرد که چنین کاری رو میدونستن در اروپا وجود داره و دیده بشه. در همون حال در جزو کارهای دیگه که اینجا شما دیدنمش بود کار
دو تا از آقای بهمن مؤسس دو تا مجسمه ایشونه که اینا هم در کلکسیون‌های پرایوت و خصوصی وجود داشتن و از ما باید اجازه دادن که ما اینا رو به نمایش بذاریم. در نتیجه هدف اصلی گالری بسیار بسیار قسمت فرهنگی شده غیر از قسمت فروش کارها و این مسئله ما بیشتر و بیشتر تاکید میکنیم. یکی دیگه از کارها که هست که کار خانم لیلی متین دفتری مال سال 1966 که اونم جزو کارهایی که از کلکسیونای خصوصی اومدن و این کار هم برای فروش نبودن فقط برای مخاطبین بودن که ازش لذت ببرن. گلناز فتی از بهترین نقاش و خوشنویس هنر معاصر ایران هست و همونطور که تو این اثر میبینید اینجا تمرکز شرط رو نقاشی خوشنویسیش رو نمیشه دید به خاطر اینکه از خوشنویسی شروع کرد تا اینکه خطش ابستره بشه اینجا نمیشه خوند چی نوشته تمرکزمون میره رو رنگ و کمپوزیسیون کار که نتونیم بخونیم چی میخواد بنویسه با اینکه گلناز خطات بسیار خوبی هست و خودش میگه که من باید انتخاب میکردم بین نقاشی و خوشنویسی این خط قرمز من چطوری میبینمش مثل یه خط امیده که برمیگرده به تم نمایشگاه که هست اپتیمیسم عنوان این نمایشگاه هست برای بهترین ها در دنیا همه چیز برای بهترین ما در دنیا که الهام گرفته شده از کتاب کاندید ولتر نویسنده نسل روشنایی فرانسه در قرن 18 و اینکه ما خواستیم نشون بدیم که اپتیمیسم هست در این مجموعه که به نمایش گذاشتیم. با سلام و سپاس از حضور شما عزیزان در جمع بقیه یاران سخنران امروز ما آقای بهمن چهاردهی روزنامه‌نگار و از مدیران کیهان لندن هستند که قبول زحمت کردند و دعوت ما رو پذیرفتند با تشکر از ایشان گرچه که برای همه ما شخصیت شناخته شده هستند ولی معرفی کوتاهی خواهیم داشت. آقای بهمن چهاردهی متولد گیلان است. تحصیلات ابتدایی خود را در دبستان حقیقت لاهیجان، متوسطه را در دبیرستان البرز تهران و لیسانس خود را در رشته اقتصاد در دانشگاه ملی ایران گذراندند و برای ادامه تحصیل راهی انگلستان شدند و دوره مدیریت صنعتی رو در دانشگاه گیلفورد طی کردند. در لندن آقای چهاردهی با آقای محمود خیامی بنیانگذار کارخانجات ایران نسیونال آشنا شد و به دعوت ایشان در بازگشت به ایران به عنوان یکی از مدیران سازمان تدارکات و سفارشات خارجی این کارخانه مشغول به کار گردید. بهمن چهاردهی پس از تأسیس و انتشار نشریه کیهان لندن در سال 1985 در این نشریه به عنوان مدیر سازمان آگهی ها و تبلیغات مشغول کار شد و در مدت 28 سال همکاری با کیهان لندن تا زمان تعطیل این نشریه در ماه اوت 2013 با تلاش‌های ارزشمند خود یکی از ستون‌های مؤثر پابرجایی این نشریه بود. بنده اجازه‌تون با این مقدمه شروع کنم. من قبل از اینکه بیام به این سفر لیست سخنران‌های گذشته این نهاد فرهنگی رو وقتی دیدم واقعا چهار ستون بدنم لرزید. شخصیت‌هایی که قبلا اومدن و اینجا سخنران بودن واقعا من بنده دلم پاره شد. اولین نسخه کیهان زمانی روی اومد تو بازار که نه اون موقع نه بی بی سی بود نه صدای آمریکا بود نه نشریه‌ای بود اون ترتیب که بخواد همه‌گیر باشه و
در زمان خبرهایی هم که معمولا پخش میشد به این صورت بودش که مثلا اون زنگ میزد میگو آره پسر داییم از تهران زنگ داده که اینجوری شده اون که اینجوری که خبرها بیشتر یه پراکندگی و نداشتن نظم و حتی صحت هم نداشتن اینا به این ترتیب اصلا در این شرایطی که واقعا جامعه گرسنه یک نشریه بود که همیگی باشه کیهان وارد بازار شد. من توی مقاله در بزرگداشت مرحوم مصباح‌زاده نوشته بودم دوستان نرم خیلی تکراری صحبت کنم اما ایشون میتونست مثل خیلی آدمای متمول دیگه برای زندگی راحت و خوب داشته باشه ولی ایشون این کارو نکرد. ایشون ادای دین کرد. ایشون اومد اینجا و در شرایطی که اوائل اون زمان بیشتر شما خانم آقایان به یاد دارین جانشون در خطر بود و جان کسایی که در روزنامه کار میکردن در خطر بود و ما بارها و بارها تلفن شده بود و ما تهدید شده بود اینا که شما رو هوا میفرستیم و سرتون میبریم و اینا دیگه حرفای معمولی و دیگه کمپلیمنت‌هایی بود که به ما میدن ولی خب به قول معروف که مرد دهیل میان خون بایدن. ایشون با این شعار اومد جلو و این روزنامه رو برقرار کرد با تمام سختی ها و مشاهده اون موقع برای درست کردن روزنامه. یه مورد یه خورده دیرتر بود که اتفاق افتاد خوشاینده بود. یه خانمی بود همیشه زنگ میزد به کیهان با یه لحجه شیرین آذری میگفت سلام از میکنم بنده چیز آزاده هستم. منم همیشه به شوخی میگفتم خانم آزاده همیشه آزاده باشی ان شاء الله حالتون خوب باشه. بهش محبت میکرد مثل که شیرینی قضی داشت و اینا و همیشه شیرینی میفرستاد برای کیهان و کیک و اینا برای کارمندا. منم میگم خانم آزاده تو رو خدا ما عدد شما من از غن گرفتیم دیگه و شیرینی نفرستیم و من میاد اینجا اینقدر خوشمزه نمیشه نه. خودشون هر سال محبت داشت به کیهان یک لطف ویژه داشت و همیشه قربون صدقه میرم. باز اون که خیلی وقت پیش بود یه دفعه یک آقای با لهجه جوانی با لهجه غلیظ اسکاتلندی که خیلی سخت بود فهمیدنش اومد کیهان. اومد کیهان و اومد پیش من رو گفتم بفرمایید چی کار داری؟ گفت من اومدم بابامو پیدا کنم. هر چی فکر کردم این اسکاتلندیه به ایرانی چقدر بوده و چه تو میخواد باباش اومده پیش ما پیدا کنه. من گفتم بگو خب بشین بگو برم چیه دارم چراش. گفت ماجراش اینه که پدر مادر من که یک انگلیسیه با پدر من اینجا موثر بودن آشنا شدن عاشق و معشوق شدن و من یه برادر دوقلو هم دارم و قصد کردن که با هم ازدواج کنن. پدر مادر داماد که ایرانی باشه دلشون نمیخواست که وصلت صورت بگیره. ایشون رو دعوت میکنن به ایران برای هالیدی بیا اینجا. وقتی میره ایران پاسپورت و ایناش همه رو ازش میگیره و نمیذارن که برگرده انگلیس که این بره با اون دختر ازدواج میکنه. بار قبل گزارش از نمایشگاه بین المللی عکس در شهر آر را تماماً به عکاسان ایرانی اختصاص داده بودیم اما گفتیم که چندین مکان در این شهر به 250 عکاس از سراسر جهان امکان این را داده بود تا در طول تابستان مردم از ورای عکس بیننده و آشنای دیده ها باشند. تماشاگران با ملیت های گوناگون از دور و نزدیک آمده اند. بناها اغلب قدیمی که خود حکایت جداگانه‌ای دارد. اینجا معماری حرمت و احترام دارد. جهانگرد بازدید کننده همانقدر که عکس و نمایشگاه را تماشا می کند در مسرت تمام بنا و ساختمان را نیز از نظر دور نمی سازد.
تماشای هنر شاید به شناخت هنر نیاز دارد، اما کنجکاوی هم بیننده را بی‌پاسخ نمی‌گذارد. تماشاگر خود را صاحب تماشای همه چیزی که می‌بیند حس می‌کند و میراث فرهنگی میراث بین‌المللی است. حالا به بخشی می رویم که دو عکاس موضوع کارشان لنین است. تاریخ، مجسمه و عکس اگر هم ثبت شده باشد، بیان در دیدن و تفکر است. تا لحظاتی دیگر صدا هم به تماشای شما خواهد آمد. از خودتان می پرسید تاریخ چه می گوید، چه گفت که برخی نشنیدند و مهمتر شنیده ها را چگونه بایستی منتقل کرد. بر پایه مجسمه و سقوطش آیا دست صاحب مجسمه است؟ ساختن و خرابی را علت چه بود؟ داوری مردم را چه کسی جدی می گیرد؟ حالا در این فرصت از دیدار به بنیاد فرهنگی ونگوک در همین شهر می رویم. اینجا هم نمایشگاه دیگری برپا شده است. مانند نمایشگاه دیگر نیاز به توضیح ندارد. هر کدام تم، موضوع و یا عکاسان کشوری را به قضاوت می گذارد.
و بالاخره پیش از ترک محل و این بنای قدیمی، یادگاری از سفر به شهر زیبای آرل، وقتی چهار خانم جانگرد ایتالیایی در پی گفتگو با یکدیگر پذیرفتند مبلغ برنامه زیر آسمان پاریس باشند، ابتدا به زبان ایتالیایی و سپس به زبان فرانسه. En français ? Sous le ciel de Paris.